زندگی تا می توانی خوبی کن. کسی که خوبیت را فهمید در کنارت می ماند، ولی کسی که خوبیت را نفهمید روزی برای خوبی هایت دلش تنگ می شود. خوش آمدیم به استیج بزرگ رو در رو، جایی که دو فامیل عزیز ما تشریف آوردن و آمدن به خاطر 500 هزار مقابل هم و رو در روی هم دیگه قرار بگیرن و میریم استقبال میکنیم از دو فامیل عزیز ما. نخست فامیل آشوری، خوش آمدید دوستا، استقبال کنید ازشون. خوش آمدید خانم مرضیه، خدا معرفی کنیم و اعضای تیمتان. خوش باشین، سلامت. به نام خدا. اول سلام به دوستانی که ما را بیننده هستند. مرضیه آشوری هستم، سرتیم خانواده آشوری، محصل کامپیوتر ساینس، خانواده گلرنگ آشوری، فارغ صنف 12 و انیسه آشوری، فارغ صنف 12. دوستا استقبال کنید ازشان. و فامیل رحمانی که اجمل جان نام خدا آمدین داروسی، همونطور سیتکار را زدین. خوش آمدین به برنامه، خود معرف کنیم و اعضای تیمتان. بسم الله الرحمن الرحیم، بارز سلام خدمت شما حاضرین در تالار تیم مقابل. اجمل رحمانی هستم، سرتیم خانواده رحمانی، برادرم غلام ربانی متعلم صنف 12، پسر کاکایم فرزاد متعلم صنف 12. امیدوارم که یک برنامه خوب و خوش داشته باشیم. انشاءالله دوستا تشویقشان کنیم. بخیر، برنامه را شروع میکنیم و از دو سرتیم ما خواهش میکنم که بیان به سوال اول برنامه جواب بدن. اجمل جان با مزید آماده هستیم؟ سوالی که از شما پرسام میکنم، بین 100 نفر سروی شده که 7 جواب گرفته. آماده هستیم؟ تکیه کلامی را نام ببرید که بین یک زوج برای ناز دادن استفاده میشود. خانم مرضیه. اوه هی. این ناز دادن است. اوه هی. اوه هی. هست؟ دقت کن. تکیه کلامی رو نام ببرید که بین یک زوج برای ناز دادن استفاده می شود. دوست دارم. من ندارم دوست. سرم تاوان هستی. هست دوست دارم؟ نبود. دقت کنه، چانس داری. تکیه کلامی رو نام ببرید، دستایتون پلی زنگ. تکیه کلامی رو نام ببرید که بین یک زوج برای ناز دادن استفاده می شود. خانم مرضیه. نازم. نبود. تکیه کلامی را نام ببرید که بین یک زوج برای ناز دادن استفاده می شود. جانم. جانه. طرف فامیل ببینیم، میرین یا واگذار میرین؟ میرن. تشکر خانم مرضیه. ربانی عزیز، متأهل هستی اونجا؟ متأهل. پس خوب تجربه داری، آفرین. تکیه کلامی را نام ببرید که بین یک زوج برای ناز دادن استفاده می شود. دوست دارم. فرزاد جان، نگاه عاشقانه میکنی سونو من. تکیه کلامی را نام ببرید که بین یک زوج برای ناز دادن استفاده می شود. قند. قند. چطور او شد؟ قند. هست دوستا. قند. مشوره کنی شما. اجمل جان، تکیه کلامی را نام ببرید که بین زوج از او استفاده میکنه برای ناز دادن. زندگیم. زندگیم. خوب امتیاز. تکیه کلامی را نام ببرید که بین یک زوج برای ناز دادن استفاده میشه. جگرم هستیم. جگر. فرزاد جان، تکیه کلامی را نام ببرید که بین یک زوج برای ناز دادن استفاده میشه. عزیزم. هست عزیزم؟ عزیزم بیشترین امتیاز. اجمل جان، تکیه کلامی را نام ببرید که بین یک زوج برای ناز دادن استفاده میشه. عشقم. عشقم. عشقم هست؟ نبود عشقت. من نبودم عشقت. مشوره کردین؟ خانم انیسه، تکیه کلامی را نام ببرید که بین یک زوج برای ناز دادن استفاده میشه. نفسم. نفسم شما؟ شیرینیم. شیرینم شما با نفس یا شیرین موافق هستی؟ با کدامش؟ یا جواب نمیتین؟ شیرینم. 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 شیرینم هست؟ شیرینم. و 73 امتیاز هم از طرف فامیل آشوری. و ناز دادن هایی که بین دو زوج انجام میشه و خانم به شوهر یا شوهر به خانم میگه با من یک جا بخونی، با من مزه داریاش و پر از انرژی. نمبر 5 ناز دانه. 4 نفس. تشکر کنه دوستا خودتان. بالا از نفرهای دوم ربانی و گلرنگ جان خواهش میکنیم که بیان به سوال دوم ما جواب بدن. سوالی که از شما پرسان میکنم، بین 100 نفر سروی شده که 6 جواب گرفته. آماده هستین؟ بله. آماده هستین؟ بله. در کدام مکانهای شغلی بیشتر از یک نفر کار میکند؟ شهرداری. ربانی جان شهرداری گفتن.
شهرداری هست دوستا؟ نبود. در کدام مکانهای شغلی بیشتر از یک نفر کار میکنند؟ یک، دو، سه. باز چانس داری، هر کس زودتر زنگ جواب میده. در کدام مکانهای شغلی بیشتر از یک نفر کار میکند؟ دکاندار. در دکان ده نفر کار میکنند. نبود. در کدام مکانهای شغلی بیشتر از یک نفر کار میکند؟ جواب بتین. یک، دو، سه. یک چانس دیگه هم داریم. در کدام مکانهای شغلی بیشتر از یک نفر کار میکند؟ مانده نباشی. چی هست؟ یک، دو، سه. در کدام مکانهای شغلی بیشتر از یک نفر کار میکند؟ یک شغل است که دوج بیشتر از یک نفر است. یک، دو، سه. بره سمجه. بره 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 بره. تشکرشان کنید دوستان. از نفره سوم خواهش میکنه بیار. با خاطر جواب دادن سوال دوم، چون نفره دوم که سوال خواستن جواب بدن بسیار داناییشان بالا بود که این سوال به چیزشان استعدادشان نمیخورد. آماده هستین؟ سوالی که پرسام میکنم بین 100 نفر سروی شده و 6 جواب گرفته. در کدام مکانهای شغلی بیشتر از یک نفر کار میکنند؟ آرایشگاه. آرایشگاه. آرایشگاه هست؟ آرایشگاه. سلمانی. ولی چانس داره. در کدام مکانهای شغلی بیشتر از یک نفر کار میکنند؟ حمام. حمام. نبود. طرف فامیل سر کنیم. میرن یا واگذار میکنیم؟ میرن. بفرما. کار مرزی هم. در کدام مکانهای شغلی بیشتر از یک نفر کار میکنند؟ یک، دو. نجاری. نجاری. نجاری هست دوستا؟ نجاری. نبود. گل رنگ. در کدام مکانهای شغلی بیشتر از یک نفر کار میکنند؟ یک، دو، سه، چهار، پنج. شما مشوره کنید. انیسا، در کدام مکانهای شغلی بیشتر از یک نفر کار میکنند؟ مکتب. مکتب. مکتب هست؟ مکتب. نبود. بس است مشورتان. میخواییم برویم یک چند دقیقه هم مشوره کنید. اما فرزاد جان، در کدام مکان شغلی بیشتر از یک نفر کار میکنند؟ رستوران. رستوران. ربانی جان؟ رستوران. رستوران. موافق هستیم. با رستوران موافق هستیم. رستوران هست دوستا؟ رستوران. رستوران. 29 امتیاز آمد طرف فامیل رحمانی و جاهایی و مکانهایی که شغلی هستن و بیشتر از یک نفر از جا کار میکنه با ما یک جا بخونیم که کدام ها هستن. نمبر 5، خیاطی 4، مستری خانه 2، سوپرمارکت و 1، نانوایی. مکانهایی که بیشتر از یک نفر در اونجا کار میکنن. جایی نرین، با دو تیم خیلی موفق ما برنامه ادامه داره است. مرحله اولم سوال سوم و چهارم مانده و مرحله 500,000 هم با شور هیجان ادامه داره. یک وقت من میگیرم، زود بعد میگردیم. خخخ. خوش آمده به برنامه رو در رو مرحله اول و پرسیدن سوال سوم و چهارم. اما قبل از او تشکر از اکسبول حامی برنامه. قوی ترین و خوشمزه ترین انرژی را با اکسبول تجربه کنین که ساخته شده کشور جرمنی هست و کیفیت از آن اکسبول است. یک رفیق ما صدا کرد که بنداز به من. آماده هستی؟ هستی؟ این هم خدمت دوست عزیز ما، اما نتانست بگیره. خب خیر باشه. خب شکر که کمره را من میده نکردم، اگه میخورد دیگه خلاص بودم. حالا از دو سرتیم ما خواهش میکنم که بیان سوال سوم برنامه را جواب بدن، چون که چانس های قبلی از دست دادن. بفرمایید. تشکرشان کنید دوستان. آماده هستین؟ سوالی که از شما پرسان میکنم بین 100 نفر سروی شده که 5 جواب گرفته. شخصی را نام ببرید که شال را در مراسم عروسی به سر عروس میندازه.
زیاد خوش هستی که بریم زود عروسی کنی، زود زن بگیری. مادر عروس. مادر عروس. خانم مرضیه، شخصی را نام ببرید که شال عروسی را در مراسم عروسی در سر عروس می اندازد. خوشی عروس؟ خوشی عروس. خوشی عروس هست؟ جواب بتین دوستا. هست؟ خوشی عروس. خوشو. بشترین امتیاز گرفتیم. میرم یا واگذار میکنیم؟ میریم. میرم. میرم رفتم. گل رنگ، شخصی را نام ببرید که در که شال عروس را در روز عروسی به سر عروس میاندازد. خاله عروس. خاله عروس ببینیم هست یا نه؟ خاله عروس؟ نبود. خانم انیسا، شخصی را نام ببرید که شال را در مراسم عروسی به سر عروس میاندازد. خاله داماد. خاله داماد. خوبه. خانم مرضیه، شخصی را نام ببرید که شال را در مراسم عروسی بر سر عروس میاندازد. نانوی عروس؟ نانو. جواب دوم. گلرن، شخصی را نام ببرید که شال را در مراسم عروسی به سر عروس میاندازد. همه عروس. مشوره کنید شما. شخصی را نام ببرید که شال را در مراسم عروسی بر سر عروس میاندازد. عمه داماد. عمه داماد. شروع کرده. خاله، عمه یک، عمه عروس، داماد. شروع کرده. هست؟ عمه داماد. خوبش. مرضیه یک جواب مانده. شخصی را نام ببرید که شال را در مراسم عروسی به سر عروس میاندازد. خواهر عروس. خواهر عروس. خواهر عروس. 200 امتیاز آمد و جمع امتیازانشان شد 273. ولی فعلا برنده مرحله اول مشخص نشده. میریم سراغ سوال چهارم و از نفرهای دوم خواهش میکنم بیان که سوال سرنوشت‌ساز برنامه را جواب بدن. ربانی و خانم گلرنگ بفرمایید. تشویقشان کنید دوستان. آماده هستین؟ بله. سوالی که از شما پرسان میکنم بین 100 نفر سروی شده 3 جواب گرفته و این سوال میتونه یک فامیل برنده کنه اگر حتی امتیازش صفرم باشه. سوال میخوانم، حواستان باشه. معمولا بند ساعتهای دستی از کدام چیزها ساخته میشود؟ چرمی. چرمی هست؟ چرم بیشترین امتیاز. میرن یا واگذار میکنم؟ میرن. تشویقشان کنه دوستا. خانم عزیزا، معمولا بند ساعت‌های دستی از کدام چیزها ساخته میشه؟ از آهن چی؟ یک دو از آهن چی؟ سه یک دقیقه آهن. آهن. آهن گفتم. خنده میگه آهن. من نمی‌فهمم چی میگه. آهن. خلاص. جواب دوم. خانم عزیزا یک جواب مانده. معمولا بند ساعت‌های دستی از کدام چیزها ساخته میشود؟ از یک پلاستیک. پلاستیک. و برنده مرحله اول فامیل آشوری با گرفتن 573 امتیاز که از طرف شرکت خالد لمر تحفه دادن دو موبایل اسمارت و ساده که براشون تحفه داده شده و خالد لمر جدیدترین سامسونگ را با 2 سال خدمات پس از فروش به شما ارائه میکنه و تبریکتان باشه که خوب جواب دادین ولی سوال آخر جواب دادین. تبریکتان باشه. تشکر. و 10,000 افغانی از طرف برنامه تقدیم شما. 2 نفر انتخاب کنیم به خاطر جواب دادن سوالات مرحله دوم و تشکر از فامیل رحمانی که برنامه ما را با حضورتان رنگین ساختین. بازی برد و باخت هست. خوب امتیاز گرفتین. 29 امتیاز، یک امتیاز کم داشتین که 30 امتیاز شوه. اگه حرف پیام باشه اجمل جان کمره ها در اختیارت. خودم پیام می‌خواستم ندارم. نداری؟ ربانی عزیز. خواسته ندارم. واسه جور صدمن باشم. تشکر فرزاد قند. گفته نیست خواسته نداره. تشکر دوستا تشویقشان کنین. انتخاب کردین 2 نفره؟ بله. کی رو انتخاب کردین شما؟ خودم هستم امرا با انیسا جان. تشریف بیارین. دوستا تشویقشان کنین. بفرمایید. چه مسئولیت ها داریم مرزی جان؟ خودم فعلا مؤسل هستم. درس شما؟ میخوانم. متعلم. چی فرق سن 12؟ خب خیر باشه. یک ذره استرس دارین. مرزی جان کی میره در اتاق آرام و کی به 5 سوال مرحله دوم جواب میده؟ اول خودم جواب میدم. انیسا جان میره اتاق آرام. بفرما خانم انیسا. دوستای خندم جایی نرین. زود برمیگردیم. چینل هم تبدیل نکنین. خواهشن. برمیگردیم مرحله دوم مرحله 500,000 با شور و هیجان ادامه داره. وقت بعد.
خوش آمدین وطنداره گلم. به مرحله دوم دیدیم که فامیل آشوری برنده مرحله اول شد. تبریکتان باشه مرزیه جان. شکر. خوش آمدین به مرحله دوم، مرحله 500,000. شما 20 ثانیه زمان دارین. 5 سوال من ازتون پرسان میکنم. اگه سوالی نتونستی جواب بدی بگو بگذر. من میگذرم در آخر اگه ثانیه ها باقی ماند من دوباره سوال پرسان میکنم. و دوست خوب ما در اتاق آرام است و صدای ما رو تو را نمیشنوه. آماده هستی؟ yes. همکاری عزیزم 20 ثانیه را آماده کنین. مسئولیت فرزند در مقابل والدین چه چیز میباشد؟ احترام. شخصی را نام ببرید که روزانه در ذهنتان میآید. مادر. شغلی را نام ببرید که به قدرت بدنی بیشتر نیاز دارد. بگذر. مریضی را نام ببرید که فشار را نامناسب بسازد. سردردی. شغلهایی را نام ببرید که خانم ها میتوانند خوبتر انجام بدهند. آرایشگری. خوب جواب دادی. بیا. من پرسان کردم که مسئولیت فرزند در مقابل والدین چه چیز میباشد؟ بخواد جواب دادی؟ احترام. احترام چند امتیاز داره؟ بسیار خوب. سوال دوم پرسان کردم شخصی را نام ببرید که روزانه در ذهنتان میآید. مادر. چند امتیاز داره مادر؟ 33 امتیاز. خوب امتیاز. مادر میفهمین معنی مادر یعنی چی؟ مادر یعنی میخواین ما بگویم؟ بله. میگن مادر از چهار کلمه ساخته شده که دو هجا است، ما و در. ما یعنی به وجود آورنده، ما را به وجود به دنیا میاره، و در یعنی کلید در بهشت زیر پای مادران است. به افتخار همه مادران. سوال سوم پرسان کردم که شغلی را نام ببرید که به قدرت بدنی بیشتر نیاز دارد و شما گفتین؟ بگذر. بگذر. بگذر چند امتیاز داره؟ و نظرم صفر است. صفر است. Yeah. نظر نکو، 100% صفر است. سوال چهارم پرسان کردم مریضی را نام ببرید که فشار را نامناسب میسازد و خودتان گفتین؟ سردردی. چند امتیاز داره سردردی؟ 9 امتیاز. خوب امتیاز گرفتی، 72 امتیاز در 4 سوال. سوال پنجم پرسان کردم شغل‌هایی را نام ببرید که خانم ها میتوانند خوبتر انجام بدهند و شما جواب دادی آرایشگری، که چند امتیاز داره؟ 35 امتیاز. بسیار امتیاز خوب گرفتی مرزیه جان و 107 امتیاز در 200 امتیاز پورا کردی. انشالله در عرصه های بعدی زندگیت موفق باشی. حرف پیام باشه، کمره های ما در اختیارت. درست. پیام ما یک پیام کوتاه دارم. انسان همیشه در زندگی خود مشکلات می داشته باشه و همیشه باید صبر و تحمل بردباری داشته باشه در زندگی خود. تشکر. دوستا تشویقش کنیم بفرمایید خانم مزیه. و از دوست عزیز دیگه ما خواهش می‌کنم تشریف بیارن روی استیج برنامه. بفرمایید خانم انیسه. آرام شدین؟ بله. استرستان از بین رفت؟ بله. یک کمکی پیشتر بیاین. خوب است. من 5 سوال از مرزیه پرسان کردم، خوب امتیاز گرفت. این 5 سوال دوباره از خودت پرسان میکنم. 25 ثانیه زمان داری. اگه سوالی تکراری جواب بدی این صدا رو میشنوی، و اگه سوالی نتونستی جواب بدی بگو بگذر. در آخر اگه ثانیه ها باقی من دوباره از خودت پرسان میکنم. آماده هستی؟ بله. همکاره عزیزم 25 ثانیه را آماده کن. مسئولیت فرزند در مقابل والدین چه چیز میباشه؟ احترام گذاشتن. خدمت کردن. شخصی را نام ببرید که روزانه در ذهنتان میآید. مادر. پدر. شغلی را نام ببرید که به قدرت بدنی بیشتری نیاز دارد. ورزش. مریضی را نام ببرید که فشار را نامناسب میسازد. نفهمیدم. مریضی را نام ببرید که فشار را نامناسب میسازد. تکان قلب. شغلهای را نام ببرید که خانم ها میتوانند خوبتر انجام بدهند. و آرایش. ثانیه‌تان پوره شد. جوابتان هم تکراری بود. بفرمایید. خوب جواب دادین. من از شما پرسان کردم یک ذره سنتر بین انیسه جان. مسئولیت فرزند در مقابل والدین چه چیز می باشد؟ و شما جواب دادین؟ خدمت کردن. چند امتیاز داره خدمت کردن؟ 22 امتیاز گرفتین. خوب امتیاز و بیشترین امتیاز احترام بود که مرضیه جواب داده بود. و سوال دوم پرسان کردم شخصی را نام ببرید که روزانه در ذهنتان می آید. و شما گفتین؟ پدر. پدر چند امتیاز داره؟ 19 امتیاز. و بیشترین امتیاز هم مادر داشت که مرزیه باز جواب داده بود. سوال سوم پرسان کردم شغلی را نام ببرید که به قدرت بدنی بیشتری نیاز دارد و شما گفتین؟ ورزش. ورزش چند امتیاز داره؟
صفر امتیاز. من شغله گفته بودم که بیشتر امتیاز همون جوالیگری یا همون روزمزدکاری بود. سوال چهارم پرسان کردم مریضی را نام ببرید که فشار را نامناسب می‌سازد، یعنی فشار را بالا و پایین می‌بره، و شما گفتین تکان قلب. تکان قلب چند امتیاز داره؟ 17 امتیاز. و بلندترین امتیاز شکر بود که خیلی فشار بالا و پایین میبره. سوال پنجم پرسان کردم که شغل هایی را نام ببرید که خانم ها میتوانند خوبتر انجام بدهند، که تایم پوره شد و شما بازم جواب تکراری دادیم، ولی ببینیم چند امتیاز داره. صفر. بله صفر امتیاز گرفتیم و بیشتر امتیاز آرشگری بود که مرضیه جان گفتم 165 امتیاز گرفتیم. خوب امتیاز گرفتیم. بازم تبریکتان باشه، مرحله اول برنده شدیم. انشالله در مراحل بعدی زندگیتان موفق باشین. حرفی پیامون باشه که همراهای ما در اختیارتان. کدام حرف پیام خواست ندار. تشکر. بفرمایید دوستا تشویقشان کنین. تشکر از حامیان برنامه. اکسبول قوی ترین و خوشمزه ترین طعم را در بین انرژی ها داره که ساخته شده کشور جرمنی هست و کیفیت از آن اکسبول است. پرایم موبایل یک برند شناخته شده در تولید موبایل های با کیفیت. تکنولوژی برتر را با پرایم تجربه کنین. و اگر میخواین به استیج بزرگ رو در رو و تفریحی ما تشریف بیارین و 4-5-6 زنگ بزنین، کلید 6 دودو را فشار بدین، صدای زیبای خودتان را بانین، پیامتان را بانین و در آخر کلید علامت نمبر را فشار بدین، پیام شما به ما میرسه و ما شما را دعوت میکنیم به برنامه زیبا و تفریحی خود ما. تا فردا شب که باز من شمس رحمانی مهمان خانه های شما میشم، شما را برایتان لبخند، عشق، محبت آرزو میکنم. شبتان بخیر و خدا حافظ.